بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی، فیزیک و فیلم های تحلیلی و فلسفی در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اون چیزهایی که برام مهم هست میسازم. این لوگوی سایتم هست، آدرس سایتم riyazi.blog.ir و این هم لوگوی فیلم هام. این تصویر من هست. آدرس سایتم در گوگل که باید از فیلتر شکن برای ورودش استفاده کنید. آدرس کانال یوتیوبم که فیلم ها دستبندی شده و منظم قرار داره بر اساس رشته تحصیلی، متوسطه اول، متوسطه دوم، خیلی خوب دستبندی شده. این هم آدرس کانال تلگرامیم هست، در اینجا هم فیلم ها منظم و دستبندی شده هست. آدرس پیج اینستاگرامم، شماره واتساپ، تلگرام، سروش، ایتا، اگر نقطه نظری داشتید، سوال، پیشنهاد، انتقادی در زمینه فیلم ها، درسی، غیر درسی، اگر لازم باشه حتما پاسخ میدم. این فیلم یکی از فیلم های غیر درسیم هست، نقد جامعه قسمت دوم، طرفداری از حکومت، تیفیست یا نه یونیفرمی. یعنی چی؟ اینجوری نیست که ما بگیم یه نفر طرفدار حکومته چون این لباس، این کت‌های رفتاری، این ظاهر رو داره، یا نه اینا رو نداره بنابراین طرفدار نیست. نه، طیفیه، اصلا به ظاهر یا یونیفرم نیست. یه نفر میتونه لباس سپاهی و نیروی انتظامی داشته باشه اما دلش با این حکومت نباشه. بنا به این که بخواد از مزایا استفاده کنه، خودش رو جا زده و پاش بیفته، حتی ظلمی نمیخواد بکنه و نمیکنه. حالا تا الانم قصر در رفته از زیر بازرسی ها. یه عضوی هست همینجوری میچرخه توی سپاه و پول براش مهمه. از اون سو کسانی رو داریم که لباس نظامی، نیروی انتظامی، امنیتی ندارن، تو وزارتخانه های مثل اطلاعات یا دفاع نیستن اما واقعا طرفدار این حکومتن، یعنی دلی با این حکومت همراهی میکنن، هر جوری بتونن ازش پشتیبانی میکنن. آیا همچین کسایی رو داریم؟ بله. مثلا بازاریا، مثلا اساتید دانشگاه، بسیاری از معلم ها، افرادی که دارای کار دولتی هستن. اما به شخص من کسی رو ندیدم که واقعا یک آدمی باشه که ساده باشه و دستش توی جیب خودش بره از جون دل از این حکومت طرفداری کنه. بله، کسایی هستن مثل کشاورزا، مثل برخی از کارگرا، چون اطلاعات ندارن، آگاهی ندارن و براشون روشن نیست، شاید یک حمایت هایی در سطح ظاهر داشته باشن. من این پوستر رو قبلا برای شما فرستادم تا روش فکر کنید. چرا از جمهوری اسلامی حمایت میکنید؟ اگر حمایت میکنید، برخی میگن چون اگر این نظام حمایت نکنیم این رژیم سقوط کنه، کشور تجزیه میشه، یا میگن نمیخوایم جنگ بشه، خوبه مثل سوریه، افغانستان، یمن، جایی دیگه بشیم، اقلا امنیت داریم. یا میگن آره ما هم انتقاد داریم به وضع موجود، خیلی دزدی میکنن، اما خب اصل این نظام خوبه، ما برای خون شهدا میریم. اگر بخوایم کشور رو درست کنیم با کنار کشیدن نمیشه. یا میگن بالاخره ایرانی هستیم، باید رأی بدیم. اگر همه اینا رو بچلونی، یک دلیلی که پاش بتونن واسن نیست توش، نه قرآنی، نه اخلاقی، نه انسانی، هیچ جوره نیست. حتی اگر نگاه ملی هم داشته باشیم نیست. واقعا با این روندی که اداره کشور پیش میره، ما میتونیم تضمین کنیم که کشور به اون سمتی نره که حتی این افرادی که این دلایل رو ذکر میکنن اتفاق نیفته؟ ممکنه بگید آره،
ممکنه اینو نتونیم تضمین کنیم، ولی میتونیم مطمئن باشیم اگر این حکومت سقوط کنه به این سمت ها میره. نه، اونو نمیتونید تضمین کنید. خیلی از افراد هستن میتونن این استدلال رو برای شما داشته باشن، اما الان من میخوام در زمینه اینکه چقدر استدلال برای حمایت از این حکومت که من درست نمیدونم وارد میشه و قوی هست صحبت کنه، و اینکه چه کسایی این کارو میکنن، در این زمینه ها صحبت کنیم. تا کی میخوایم خودمون رو فریب بدیم؟ ما اگر بخوایم گناه کنیم در توجیه بازه، بخوایم یه کار اشتباه کنیم در توجیه بازه. آیا کسی که دزدی میکنه دلیلش این هستش که میخواد به مردم ظلم کنه؟ اگر از اونم بپرسی میگه من میخوام برای زن و بچه‌م مخارجشون رو تأمین کنم. یا کسی که به یه نفر تعرض میکنه میگه خب من نیاز داشتم، من نمیدونم ازدواج نکردم. خیلی در توجیه بازه. آیا تمام افرادی که طرفدار حکومت ایران هستن همونهایی هستند که ما میشناسیم؟ افرادی هستن که لباس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو پوشیدن و شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ضد فلایت فقیه میدن؟ آیا فقط بسیجی هایی که به روی مردم شلیک کردن و آنها رو کتک زدن طرفدار این حکومت هستن؟ بگذارید در این فیلم صحبت از کسانی کنیم که به ظاهر طرفدار جمهوری اسلامی نیستن، اما در واقع هستن. آنهایی که ما طرفدار حکومت میدانیم و بسیار هم معلوم هست. ممکنه شما اینا رو در نظر بگیرید: نیروی امنیتی، نظامی، انتظامی، کسانی که در مدیریت های نهادهای مختلف هستن و مسئولیت دارن. در رده بعدی هم یک کارمندان و افرادی که پیمانی استخدام نهادها هستن در نظر بگیرید و بگیم که اینها طرفدار حکومت هستن، حامی حکومت هستن. اما حامی بودن این افراد هم یک درجه نیست، طیفیه. حتی یک زن خانه‌دار که در انتخابات شرکت می‌کند نیز به نوعی حامی این حکومته. یک تولید کننده محتوا که کلیپ می‌سازه و در اون کلیپ می‌خواد نیروی انتظامی رو موجه جلوه بده هم نیز حامی این حکومته. من دیدم اخیراً کلیپ‌هایی دارن می‌سازن برخی از این جوان‌هایی که به نظر من عقبه هیئتی بسیجی و پشتیبانی های حکومت دارند که نیروی انتظامی رو موجه نشون بدن. مثلا یک نفر میاد خودشو مصدوم مجروح نشون میده، هیچکی کمکش نمیکنه الا نیروی انتظامی، از موتورش پیاده میشه و اینو کول میگیره و به خاطر اینکه نمیتونه راه بره اونو راه میبره. یا یک کلیپ دیگه میسازن که یه بچه‌ای داره آهنگ میزنه، این نیروی انتظامی میاد بهش یه پولی میده. این شستن چهره ظلم توسط این افرادی هست که واقعا نگاه کنید نوشته مثلا توی پروفایلش محتواساز، انگیزه مند، انگیزه ساز، یه چیزایی که اگر تهشون رو ببینیم میبینید یه پوششی هست، این فانشون هست. این کارها اصلش از این حکومت دارن انرژی میگیرن، دارن تعمیم میشن. اما به راستی چرا افرادی باید از این حکومت طرفداری کنه؟ اما خب بیایم ببینیم واقعا اگر این حکومت ظالم هست از نظر من، خب بالاخره اینها هم انسانن، چرا باید از این حکومت طرفداری کنن؟ در درجه اول اینکه این حکومت برای آنها منافعی دارد. یعنی هیچکی عاشق چشم و ابروی رهبر حکومت ایران نیست، عاشق علی خامنه‌ای نیست. درسته اونایی که تو بیت رهبری هستن این ادعا رو میکنن آقا خیلی ساده زندگی میکنه، تو خبر نداری آقای رضایی، ما سالها با آقا زندگی کردیم، زندگیش خیلی ساده است، آقا دغدغه مردم رو داره. آره این حرفا رو میزنن، اما خودشون هم دارن میبینن دروغ داره میگن. من تو چشای این افراد میبینم که اگر ده ها میلیون تومن حقوق نبود، اگر این همه مزایا و امکانات و جایگاه اجتماعی که داشتن، خدا رو شکر از این خونی که ریخته شد، برکت این خون،
این آبرو را از اینها برد. اینا خودشون هم دارن میبینن چه ظلمی میکنن، با زور اسلحه سر کار هستن و دم مردم گرم که تو انتخابات شرکت نکردن. تمامی نیروهای سپاه پاسداران را که بررسی کنید، آنها زندگی دارن. که حتی از متوسط مردم بالاتر است. بلافاصله که استخدام سپاه شوید، به شما حقوق بسیار بیشتر از حداقل دستمزد میدهند. علاوه بر آن شما دارای مسکن، خدمات بهداشتی و درمانی رایگان، بنهای مختلف، برخورداری های فراوان میشوید. بسیاری از انگیزه های دنیوی برای این پیوستن به سپاه است. اما آیا تمامی افرادی که به سپاه میپیوندند اعتقاداتشون را میتوانن عوض کنن چون به آنها دنیا را میدهن؟ بله، تا اندازه زیادی افرادی که در ایران زندگی میکنن فاقد هیچ اعتقادی هستن. بنابراین حتی اگر اعتقادها و باورهایی داشته باشن بسیار سست است. بسیاری از افرادی را دیدم که نه در طرفداریشان از حکومت و نه بر علیه آن باور دارن، فقط نشان میدن چیزهایی دارن، یعنی باورهایی دارن، وگرنه باوری ندارن. آن شدت عمل و بیان محکمی که در له یا علیه حکومت میکنن ناشی از غضبشان است و در عدم داشتن عزت نفس. آدمی که باور داره محکم داد و بیداد فریاد نمیزنه. این عربده ها، این عرعر کردن ها از اونجایی میاد که اینا واقعا استدلال و باوری پشتش نیست. این ایدوک بامریه که دختر سلیمانی گفتش که با باباش هشت و نشت داشته، یک فاسد به تمام معنا. تعجب میکنید؟ نه، تعجب نکنید. وقتی که شما توی بدی با هم همریشه باشید، میتونید با افراد علی رغم اینکه یونیفرم های متفاوتی دارن یکسان باشید. اون باورهاست که همدل میکنه. البته همدلی هم در جهت ظلمه، و یعنی اینا واقعا تحسب هم جمعیان و قلوب هم شتا هست، همدیگر رو میدرند. این دنیا اینجوری، حالا حکمتش اقتضا کرده یه عده مظلوم واقع بشن، اینا مثل گرگ ها بر مردم حوار بشن. انشاءالله خدا من علاج کنه همشون رو. در درجه بعدی بسیاری از افراد برای اینکه بتوانن شخصیتی داشته باشن، جایگاهی داشته باشن، وجهی داشته باشن، بسیجی ها رو اگر دقت کنید اکثرا کسایی هستن که یه چهره های خاصی دارن، جایی دیگه نتونستن هویتی پیدا کنن، اما تو بسیج حالا گناه میتونن انجام بدن، یه وجهی دارن. کسایی که لاتن بیکارن، تا آخر گناه رفتن، دیدن خبری نیست، میخوان برگردن. هانی کرده رو میبینی تو این تصویر، امثال این زیادن. یه نفر از نیروی قدس، حالا تو مسجد میرفتیم، برای من تعریف میکرد، میگفت تو این فلانی رو میشناسی، فلان لات بودین. من تعجب گفتم نمیکنم، اون جا خورد. ولی وهمید من خودم بالاخره یه عرفان، یه معرفتی دارم. گفتم تعجب نداری که این افراد گناهکار لات با اون افراد سپاهی هیچ تمایز ذاتی ندارن، استدلالی ندارن برای ایمانشون که ابراز میکنن. ایمانی وجود نداره، یه ظاهرم دیگه نداره. اگر شما دقت کنین، این افرادی که میگن نمازم میخونن و اینا، نه اهل نمازم نیستن، دروغ میگن. تازه دقت هم کنید تا دم خط مقدم میرن برای اینکه حالا یه وجهی برای خودشون پیش لاتهای دیگه، پیش نیروهای دیگه داشته باشن. افغانی و پاکستانی هایی که پول میدن بهشون دارن تو سوریه و جای دیگه مزدوری میکنن. حالا چرا این افراد، این نیروهای افغانی و پاکستانی این کارو میکنن؟ اصلا اونا مغزشون یه جور دیگه است، اونا یک جور دیگه دارن استدلال میکنن زندگی رو. کسی فقط میتونه مثل کسی فکر کنه که جای اون قرار گرفته باشه. شرایطی که یه افغانی و پاکستانی داره بسیار متفاوت از ماه. اگر دقت کنید اونا عملیات انتحاری هم دارن، یعنی از سنخ همون افغانی و پاکستانی ها عملیات انتحاری رو انجام میدن. بنابراین تعجبی نداره به القاعده بپیوندن، به نیروی قدس بپیوندن. اینا کشته شدن رو یه جور دیگه تعبیر میکنن. آیا به بهشت رفتن رو میبینن؟ نه، زندگی رو هیچ میدونن. من حالا اگه بخوام اجمالی در نظر بگیرم، خیلی دارن
سرسری این مسیر زندگی رو طی میکنن، پوکه مغزشون از هر چی. اما خب ایرانی ها یک حس و حال دیگه‌ای توی فضای ایران تجربه کردن، آدم‌های درستی رو بعضن مشامشون بهشون خورده، میترسن از اینکه بمیرن. یکی از این نیروهای قدس به من میگفت من رفتم تا نزدیکی‌هایی که کشته بشم برگشتم. گفتم من تعجب نمی‌کنم، خودت میدونی قرار نیست جایی بری که بهت پاداش بدن، این مسیر درستی نیست. من این تصویر امیر تتلو رو کنار رئیسی آوردم تا بدونید که آدمی که به پوچی میرسه، به هیچی میرسه، اصلا اینجوری نیست که شما یه روز ببینید بغل دختر و پسر و اینا روابط نامشروع داره، یه روز دیگه مثلا در کران نماد جمهوری اسلامی قرار میگیره. اینها نماد ظاهره، شما گول این فریبکاری های ظاهری رو نخورید. افراد رو با باورهاشون باید شناخت. حالا میگید باورها رو که نمیشه دید، اعمال رو که میشه دید. شما وقتی میبینید یه نفر داره ظلم میکنه، این ظلم همون دم خروسه، اون ظاهری که حالا اون ریشی که میذاره و اون ادبی که میذاره، اینا قسم حضرت عباسه که مداوم هم نیست. یعنی اگر به همین افراد دقت کنید، مداوم هم توی مسیر حفظ ظاهر نیستن، خسته میشن و هزاران پنهانکاری که گندکاری که زیر کردن و اگر آشکار بشه برای شما، این ظاهر هم نداره، پوچه، هیچه. اما چرا تحصیل کردگانی مانند بیژن عبدالکریمی، همون جامعه شناس استاد دانشگاه، صادق زیباکلام، محمد فاضلی، اینا جامعه شناسن و تقریبا تمامی جامعه شناسانی که اکنون در سمت استادی دانشگاهی ایران هستن از این حکومت به نوعی طرفداری میکنن؟ چرا؟ به خاطر اینکه میخواهند خود را نگه دارند. اما نگه داشتن آنها نگه داشتن زندگی نیست، اونا به نون شب که محتاج نیستن. بسیاری از اونها وضعیت مالی دارن که بتوانن زندگی کنن. آنها میخواهند جایگاه اجتماعی خود را به عنوان یک استاد دانشگاه، یک فرد تأثیرگذار که تصور دارن، حفظ کنن. البته شیطان اعمالشون رو در نظرشون زیبا جلوه داده. واقعا هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه که کسی اینطور از ظلم حمایت کنه و حالا یه دم بشینن جوون پای صحبتش. خب اینا الان ببینن، اگر کانال تلگرامی بزنن یا یوتیوب بزنن، خدا رو شکر، خدا رو شکر دیگه مثل قبل مردم نمیان. اگر اینا استادی دانشگاه رو نداشتن، کسی اصلا حرفای اینا رو جدی هم نمیگرفت. همون تعدادی که بازدیدم دارن به خاطر همونه. وقتی نگاه میکنی به استدلال‌های هر کدام از اینها، دی ان ای این استدلال‌ها طرفداری از حکومته، حالا هر کدوم به بیانی. مصطفی مهرآیین میآید میگوید که رهبری این حکومت فکر میکند که باید تز وحدت وجودی و امام زمانی را دنبال کند. این جامعه شناسان هر کدومشون به نوعی دارن یک شخصیت و وجهه‌ای به این ناموجه بودن میدن که این خودش اصل خطاه. یعنی وقتی که میاد میگه که روحانی، خامنه‌ای، این حکومت دینی یه باورهایی داره، آیا واقعا اینطوره؟ اینا جز به هوس و قدرت و شهوت اعتقادی دارن که شما داره میگی که اینا به وحدت وجودی و امام زمان اعتقاد دارن؟ حالا که ما میدونیم این حکومت به هیچ چیز از خوبی باور ندارد، مگه میشه یه نفر این همه جنایت کنه، این همه ظلم کنه، بعد ما بیایم اینو باورمند به خوبیا بدونیم؟ اما مصطفی مهرآیین میخواهد وجهی به این رژیم بدهد تا بتواند با آن مخالفتی داشته باشد که آن مخالفت چندان برایش گران تمام نشود. ممکنه سوال کنید آقا این جامعه شناسا چرا سکوت نمیکنن؟ چون نمیتونه سکوت کنه. ببین وقتی که ما یه نفر رو نخبه جامعه میدونیم، آدم خردمند میدونیم، روشنفکر، جلودار و پیشران میدونیم، خب باید یه موضعی بگیره. حالا اگر بیاد این موضع رو همون موضعی باشه که من و امثال من که آزاده هستن حقیقت رو میخوام بگم بگیره، خب باهاشون برخورد میکنه، از دانشگاه بیرونشون میندازن، منزوی میشن، اینا تحمل اونو ندارن، میان یه چیزی میسازن، یک عروسکی، یک کاریکاتوری این حکومت میسازن، با اون مبارزه میکنن.
یه چیز شبیه همون مهران مدیری که مثلا برره رو میسازه، میگه من دارم از نظام دیکتاتوری، از نظام مثلا قلور دارم انتقاد میکنم. اینا هم میخوام بگم خب الان مهران مدیری میتونه هنوز برره رو بسازه، این حکومت هم قلقلکش میاد. مثل این آدم ها مثل این میمونه که به یه لات بگن که تو قدرت داری میخوایی مرام بذاری، اما این راهش نیست. یعنی بیان یه حالت بازی کردن رو انجام بدن، قلقلک دادن رو انجام بدن، کی بعدش میاد حکومت کنه، بعد بزنه تو سر مردم، بعد اون کسایی که میفهمن به جای اینکه بیان بگن که آقا تو اصلا چی کاره این مردمی که داره بهشون دستور میدی، بگه خیلی محکم زدی یا با این لحن. خب معلومه این خوشش میاد دیگه، میگه من آدم حساب کردن که در صورتی که من هیچی نیستم، در حالی که میدانید یک لات بی همه چیز است و تجاوز میکند و مال مردم رو میخورد، دستش هم برسد هر کاری میکنه. شما به یه لات هوسران خیلی میتونید راحت دوستی کنید، یه ذره هوش داشته باشید، تو زندان باشه، تو پارک باشه، هر جایی باشه. این لات ها چون بی همه چیزن، هر کاری کردن. من برخورد داشتم، یکی این لات ها گنده تهران سر توی پارک بود، گفت فکر میکنه خیلی نماز میکنه، خیلی آدم چیزی هستی، من الان بیاد بهت یه نفر معرفی کنم نماز میخونه خیلی بیشتر از تو. گفتم نیست نیست محکم. گفت نه من بهت میگم فلا اینا. گفتم هیچ کی مثل من نیست این حرف هم. گفت من پرایدم رو به نامت میکنم اینا. گفتم هر کی نکنه. بعد خیلی بهش برخورد، گفت چرا اینجوری فلان صحبت میکنی اینا. گفتم دیدم نکنه بهش بر بخوره. گفتم باش، رفت دنبال کارش. فهمید که ما از اون کسایی نیستیم که بخوایم دم اینا رو ببینیم، کاری به کارشون هم نداریم. در مورد این حکومت هم همینطوره. من الان نمیام مرگ بر بگم و اینا، اصلا کاری به این چیزا ندارم، ارزش این حرفا رو ندارن. سعادت من توی برخورد با یک حکومت علارغم این همه دشمنی این نیست که بیام خودم رو نفله کنم. مصطفی مهرآیین همون کاری رو برای حکومت انجام میدهد که محمد فتحی کارگردان شب دهم، همون سریالی که اون لاتا رو اومدن تعزیه امام حسین رو بسازن و داستان بود که هیچ چیزی از معرفت امام حسین توش نبود و یک درامی و یک بستری و که همه چیز رو قرقاتی ناموجه ارائه میده، غیر مستدل ارائه میده، توش یه حرفایی زده بشه که یه حرفایی زدیم ما. اما چه حرفاییه؟ به کجا برمیخوره؟ در مورد بیژن عبدالکرمی فقط یک سری الفاظ گنده داریم. محمد فاضلی نیز همینطور. آنها میخواهند مخالفتهایی با این حکومت داشته باشند که این حکومت قلقلکش بیاید، نگزیده شود. حتی یه نیشگون هم نمیگیرن از این. یعنی اگرم یه نیشگون میگیرن جای دیگه جبرانش میکنن. یه آقا آقایی میگن، یه رهبری میگن، یه نظامی میگن که آقا این تو هستی، اصل هستی، این حالا یه ذره پیچش شل کن. همون کاری که این مهدی نصیری مثلا برگشته از این حکومت انجام میده. فرق آنها با مهدی نصیری فقط این است که مهدی نصیری عامی‌تر از این کارها میکند، اما خب بیژن عبدالکریمی حالا یه سری الفاظ انگلیسی و فلسفی هم قاطیش میکنه که کلاسش بالاتر باشه. سر قبر مهسا امینی میرن، خب اونا نمیرن. البته اینها خطوط قرمز خودشان که اصل رژیم است هرگز نزدیک نمیشن. در مورد قاسم سلیمانی نمیگن. در مورد اینکه خودشون چرا یه زمانی از این حکومت طرفداری میکنن خیلی باز نمیکنن. در مورد کشته شدگانی مانند نوید افکاری و محسن شکاری و مجید رهنورد هم صحبت نمیکنن. خب اگر شما میگید که این قیامی که مردم کردن، این خیزشی که کردن، این اعتراضی که کردن علیه ظلم بوده، خب این افراد اعدام شدن، کشته شدن، مگه علیه همین حکومت نشدن؟ چرا شما اونا رو نامشون رو نمیبرید؟ من که البته از قیام علیه حکومت و اعتراض خیابونی حمایت هیچ وقت نکردم. چرا نکردم؟ چون درست نمیدونم این روش رو. شما یه طرف یه عده مردم بی سلاح، بی دفاع، مظلوم رو دارید، اون طرف افرادی که از نوک پا تا بن دندان مسلح و بیرحم
بیرحم، یعنی مواد مخدر میکشن تا بیشتر بزنن و بکشن قرار دارن. چه عقلی، چه دینی، چه چیزی به ما دستور میده در مقابل اینا قیام کنیم؟ من چند وقت پیش به برای پارسا قبادی که از این مجروحان چشمی پیام دادم، مفصلم براش استدلال کردم، گفتم خدا ایشالله به تو صبر بده، تو کاری کردی که به نظرت درست بود، اما من این کار درست نمیدونم، ببخشید برات اینو حرفا رو میزنم، اما گفتم که بدونی منم به شیوه خودم نماز اعتراضی خوندن رو درست میدونم، اما تو این کار کردی، خدا انشالله بهت ثواب بده، اما در مقابل این حکومت اگر بخوایم همه رو تشویق کنیم روش شما رو به کار بگیرن، اینا میکشن، میزنن، کور میکنن، شل میکنن، دستگیر میکنن، تو زندان هاشون هم میدونیم چه بلایی سر آدم ها میارن. خب این به نظر من خدا رو نمیپسنده، عقل نمیپسنده، اما کاری که عشق میگه، کاری که روح هر کی میگه، این به خودش مربوطه، شاید به شما رسیده. خیلی ازش تشکر کردم، اونم بعد از اینکه این صحبت های منو شنید اون هم از من تشکر کرد. در جامعه که نخبگان آن، که همین افرادی که گفتم استادا در دانشگاه هستن، در مقابل حکومت منفعلن. حالا شما میگید نه اینا خیلی توی یوتیوب فعالن، نه اینا نمایش فعال بودن، یعنی اینکه آدم اون چیزی که درون قلبش هست بیان کنه. ما که میدونیم این افراد دارن چی کار میکنن، خودشونو به تغافل زدن و تغافل اینها از غفلت مردم بزرگتره. مردم ایران خیلی هاشون خوابن، کسی نیست بیدارشون کنه، اما این نخبگان که وظیفه بیدار کردن دارن، خودشون رو به خواب زدن و نمیشه بیدارشون کرد. من برای اینا خیلی پیام فرستادم، برای مراد ویسی که تحلیلگره، گفتم چه معنی داره تو داره درباره این که انتخابات سال 84 چه کسایی شرکت کردن، 88 چه کسایی شرکت کردن، تو هم داری وچه میدی، چه اهمیتی داره؟ 4 تا ظالم رو گذاشتن، 8 تا دیگه رو گذاشتن، این چپ این راست، این حرفا رو جمع کنید، این چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا رو، دیگه مردم عادی هم فهمیدن. شما داره باز برمیگردید دام دام دام، به جای ریشه کنی این بیماری بدخیم میان مردم دارن مسکن میدن که آقا پزشکیان اومد، ببینید پزشکیان چجوری داره با رهبری چیز میکنه. حالا مخالف اینو میگه، موافقم میگه، که موافق این حکومت هم میگه پزشکیان میتونه کارهایی انجام بده. نه این حرفا نیستش که، بحث قدرت و هوسرانی قدرته. شما چرا داره باز به مردم الکی چیزهایی رو میدید که این روحشون فروخته بشه؟ ببینید من کل حرفم در مورد این مسائلی که دارم میگم اینه، روحتون رو اجاره ندید به شیطانهایی که اونها دارن برای روح شما گسیل میکنن. حتی درون قلبتون یک نفوذی برای این که ببینیم چی میگن، ببینیم حرفشون چیه. نه، آخوندها، این حکومت، سپاه، نیروی انتظامی برای همیشه کنار رفت از قلب من. امیدوارم مردم ایرانم این رو بدونن که یک بار وقتی کسی برای شما ثابت شد، این ظلم هست، این شیطان هست، این بدی هست، این شرارت و این تباهی هست، دیگه بهش فرصت ندید. این رو خدا نمیپسنده. عهدی که با خدا بستید در مورد یک ظالم، در مورد یک کفر، در مورد یک گناه، در مورد یک شرک، این عهد رو نباید بشکنید. خدا نمیبخشه. خدا شما رو قدرتمند میکنه اگر به اون چیزی که بهش رسیدید از لحاظ عقلی پایبند باشید، در اون مسیر حق شما رو یاری میکنه. خلاصه این که این افراد به جایی که بیان مردم رو هوشیار کنن، تخدیر میدن، ماده مخدر میدن، حالا مردم هم یه مدت نعشن، یه مدت خمارن و نمیشم امیدوار بود به این وضعیت تا مردم خودشون نخوان. من خودم مخالف این رویه مردم هستم که بیان هر چند وقت یه بار توی اعتراضات بعد برن ساکت، انگار نه انگار کم کم هم دوباره برگردم به اون شرایط که خیلی هاشون کنار اینها تو هیئت بشینن، با اینا خوشو بش کنن، تو شادی ها بیان
مثلا تیم ملی قهرمان میشه کنار اینها برقصن. و حتی برای مجاهدین خلقم همین اواخر یه پیامی دادم، گفتم این چه وضعیه هستش که شما میخواید مردم رو به خیابونها بکشونید؟ آخه من برای اینها پیام میفرستادم و اینا هی میگفتن آقا ما میخواییم با تو صحبت کنیم. شما رو گفتم نه من همینجوری راحتم. بعد همین چند وقت پیش دوباره من یه سوالی کردم از اینها، میخواستم نظرشون رو بدونم، چون به نظر من رئیسی و این هواپیما، این هلیکوپتری که میگن سقوط کرده، سقوط نکرده. به نظر من اینها یک نمایشیه. گفتم ببینم چرا اینا کلیپ برای قاسم سلیمانی ساختن، برای رئیسی دو هفته نساختن چیزی، مثلا یه نوحه طنز و اینا. گفتم شما هم همچین نظری دارید؟ بعد این به جای اینکه جواب سوال منو بده گفت شما نظرتون چه رابطه ای دارید با مجاهدین؟ گفتم هیچ رابطه ای ندارم، همین که دعا میکنم یعنی انشاءالله خداوند به اینها سعادت بده، آرامش بده. گفت شما از شورشی ها هستید و این. گفتم من اصلا اینا رو قبول ندارم، این چه روشیه که شما بچه ها و نوجوان ها جوان ها رو ترغیب میکنید؟ اصلا اینا جواب منو نداد، من تند برخورد کردم. گفتم خودتون جای دیگه ای هستید، دیگران رو دعوت به این کارا میکنید، این کارا درست نیست، اصلا به جایی نمیرسه. به هر حال اینکه طرفداری از حکومت رو منحصر در رأی دادن و شرکت در راهپیمایی بدانیم اشتباه است. این حکومت بر پایه قرار داره که یه قسمتش سرکوب میکنه، یه قسمت دیگه اون رو مالکشی میکنه. حالا این مالکشی میتونه تو تیم فوتبال باشه، تو بازیگرا باشه، توی معلما باشه، تو اساتید دانشگاه باشه، هر قشری میتونه این مالکشی رو به نحو خودش انجام بده. خدا کنه مردم بفهمن که این مالکشی ها فقط مخصوص ظریف و امثال ظریف نیست، خودشونم با یه لبخندی که به نیروی انتظامی میزنن، به دستی سر افرادی میکشن که نادرست هست محبتی میکنن، اینا حتما حتما باید مراقب باشن. شما میتوانید یه دومینوی رو در نظر بگیری که پشت سر هم داره میافته. آیا اون آخرین دومینو، آخرین مهرهی که میافته و گردن کسی رو میزنه یا شلیکی میکنه یا باعث ظلمی میشه، فقط اون آخری مقصره یا نه اون کسی که اول لبخند میزنه، تعییز میکنه، سلام میکنه، احترام میذاره، غضبش رو نشون نمیده، اونم داره انرژی میده؟ بله اونا هم دارن این کار رو میکنن. کسی که میره توی مجلس، یه هیئتی، یه انتخاباتی، توی راهپیمایی، حتی توی یه جایی که لازم نیست حضور پیدا کنه از هیچ لحاظی، اما میره این کار رو انجام میده، این هم در این شریکه. با این اوصاف آیا هیچ کاری هست که بتوانیم انجام دهیم؟ بله، خدمت به مردم، قناعت در امرات، دنیا رو تا اونجایی که میتونید به حد کفایت اکتفا کنید و بدونید که این دنیا لهو و لعبه. اگر قرار نیستش که در این دنیا ما آزمایش بشیم، پس کجا باید نشون بدیم چند مرد حلاجیم؟ تو همین سختی ها، تو همین شرایط سخت است که باید خودمون رو ثابت کنیم. امیدوارم که اگر طرفدار این حکومت هستید، بدانید که در درگاه الهی تنها حاضر خواهی شد و باید پاسخگوی اعمالتان باشید. آنجا هیچ عذری از شما پذیرفته نیست. آیه 94 سوره انعام: ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون. و همان گونه که شما را نخستین بار آفریدیم، اکنون نیز تنها به سوی ما آمده اید و آنچه را به شما عطا کرده بودیم پشت سر خود نهاده اید و شفیعانی را که در کار خودتان شریکان خدا میپنداشتید با شما نمیبینیم. به یقین پیوند میان شما بریده شده و آنچه را که میپنداشتید از دست شما رفته است.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.